بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و وقت بخیری حضور یکایک شما بیننده های گرامی، مخصوصا شما شاگردان عزیز و زحمتکش، خدا کند وقت خوب و خوشی داشته باشید و لباس عافیت به تن داشته باشید. شاگردان عزیز، به جلسه 36 از مضمون ریاضی صنف دوم قرار داریم. موضوعی که مورد بحث ما باشه ارتباط میگیره به ادامه فصل پنجم کتاب، یعنی بحث تطبیقات مثلثات، که نسبت‌های مثلثاتی دو چند زوایا از جنس خود زوایا را انشاءالله بررسی میکنیم. یعنی نسبت‌های مثلثاتی دو الفا، اگر ما زاویه الفا فرض کنیم، از جنس یک الفا. خب در این بخش ما میخواییم که نسبتا مثلثاتی دو چند یک زاویه از جنس خود زاویه دریافت کنیم. مثلا اگر ما خواسته باشیم زاویه 60 درجه در نظر بگیریم، زاویه 60 درجه میایم از جنس 30 درجه نسبتا چیکار میکنیم به دست میاریم. خب حال یک سلسله فرمول ها و روابطی که داریم در ارتباط به این موضوع، بیایم روابط رو بنویسیم و با توجه به روابطی که داریم مثال ها رو کار کنیم. خب پس نسبت‌های مثلثاتی زوایای یا دو چند زاویه از جنس خود زاویه. اولین بحث اینه که ما بیایم ساین دو الفا رو بررسی کنیم. ساین دو الفا، گفتیم اگر دو چند زاویه زاویه رو به عنوان الفا فرض کنیم، یعنی دو چند دو الفا از جنس یک الفا. خب ساین دو الفا به این شکل میشه که مسئله میشه به دو ساین الفا، دو ساین الفا ضرب در کوساین الفا. پس انمی رابطه برای چی استفاده میشه؟ برای ساین دو الفا استفاده میشه. دو چند از جنس چی؟ یک چند. خب این اولین رابطه. دومین رابطه ما کوساین دو الفایه. کوساین دو الفا به این شکل میشه، یعنی سه قیمت ما میتونیم برای کوساین بیان کنیم. یکی اینه که کوساین مربع الفا منفی ساین مربع الفا بنویسیم. خب یک رابطه. رابطه دیگه میتونیم به این شکل بنویسیم، یک منفی دو ساین مربع الفا بنویسیم به این شکل. و رابطه دیگه میتونیم به این شکل بنویسیم، دو کوساین مربع الفا منفی یک. پس این روابطی که ما میتونیم برای چی استفاده کنیم؟ برای کوساین دو الفا استفاده کنیم. خب و سومین روابطی که ما داریم بحث تانجانت دو الفایه. تانجانت دو الفا مسئله میشه به دو تانجانت الفا، دو تانجانت الفا بر یک منفی تانجانت مربع الفا، یک منفی تانجانت مربع الفا. و چهارمین رابطه که در بحث نسبت‌های مثلثاتی دو الفا از جنس یک الفا به این شکل که کوتانجانت دو الفا ما بیاییم بررسی کنیم. کوتانجانت دو الفا مثل این میشه به، خب اگر کوتانجانت بنویسیم میشه کوتانجانت مربع الفا منفی یک، کوتانجانت مربع الفا منفی یک بر دو کوتانجانت الفا، دو کوتانجانت الفا. پس این روابطی شد که نسبتا مثلثاتی دو الفا از جنس یک الفا بیان میکنه. البته باید شما باشه که این روابط روابط عمومیه، یعنی تنها به دو الفا و یک الفا استفاده نمیشه، بلکه ما میتونیم که نسبتای مثلثاتی دو چند یک زاویه را از جنس یک چند حساب کنیم به شکل. خب بیایم مثال در ارتباط با این موضوع کار کنیم. مثال به این شکل ما داده شده که ساین 120 را از جنس 60 درجه شما دریافت کنه. خب وقتی میگه شما ساین 120 از جنس 60 درجه دریافت کنیم، پس ما میتونیم 120 بنویسیم. 120 درجه مثل این میشه به 2 ضرب 60 درجه. اگر ما بیاییم همین 60 درجه به عنوان الفا فرض کنیم، پس اینی رابطه به دست میه. ما میتونیم به این شکل بیان کنیم که ساین 2 ضرب در 60 درجه. حال میتونیم به این شکل بنویسیم که
ساین دو ضرب 60 میشه دو ساین 60 درجه ضرب در کوساین 60 درجه. خب پس ساین دو ضرب 60 میشه 120 درجه. مثلا میشه به این دو ما خودی باشه ضربه. ساین 60 درجه رو ما خوندیم که ساین 60 درجه میشه جذر 3 بر 2. پس می نویسیم جذر 3 بر 2 و کوساین 60 درجه هم میشه 1 بر 2. اگر این دور به این دو ختم بزنیم به شکل اختصار کنیم چی به دست می آید؟ جذر 3 ضرب 1 میشه خود جذر 3 بر از این قسمت هم 1، 1 ضرب 2 هم میشه خود 2. پس میگیم ساین 120 درجه مثل این میشه به جذر 3 بر 2. پس به این شکل ما میتونیم روابط یا فرمول ها رو بیان کنیم و سوال ها هم کار کنیم. خب مثال بعدی در ارتباط به این موضوع داریم. مثال به این شکل ما داده شده که هرگاه ساین تیتا مثل به 1/3 باشه شما کوساین 2 تیتا رو به دست بیارید. خب دیده میشه که ساین زاویه رو به ما بداده، کوساین دو چند همه زاویه رو از ما بخواسته. پس میایم با توجه به روابطی که داریم میایم رابطه رو مینویسیم. حال کوساین دو تیتا مثل میشه چون ساین داریم پس میتونیم از این رابطه به دست بیاریم 1 - 2 ساین مربع تیتا به شکل بنویسیم. بیا قیمت گذاری کنیم کوساین دو تیتا خود باشه کوساین دو تیتا مثل میشه به دوم خود باشه ضربه ساین قیمت است 1/3 کل به توان 2. خب اگر بیم ساده بسازیم کوساین دو تیتا مثل میشه به 1 - 2 هم خود باشه بیم اول رفع توان کنیم 1/3 کل به توان 2 یعنی هم 1/2 هم 3/2 1/2 میشه 1 3/2 میشه 9 که در نتیجه 1 - 2 ضرب 1 میشه به 2 2/9 به دست میه. اگر ما بیایم رابطه خور ساده بسازیم کوساین دو تیتا مثل میشه به خب 1 ضرب 9 میشه به 9 از 9 که 2 کم کنیم میشه 7 نظر به غیر واجبایی که ما در سینفو پایین داشتیم میشه 7/9. پس نتیجه گرفتیم که اگر ساین تیتا 1/3 باشه کوساین دو تیتا میشه 7/9. به این شکل ما میتونیم این سوال رو کار کنیم. خب و طوری که گفتیم نسبتایی که ما خوندیم این نسبتا عمومیه یعنی برای دو الفا و یک الفا تنها استفاده نمیشه. پس ما میتونیم به این شکل ما بیان کنیم. مثلا ما وقت خوندیم که ساین دو الفا را اگه ما داشته باشیم ساین دو الفا میشه 2 ساین الفا ضرب در کوساین الفا. حال اگر ما ساین الفا را داشتیم چگونه بیاییم بنویسیم؟ ساین الفا با به این شکل نوشته میشه 2 ساین. خب دو چند از جنس یک چند، حالی که یک چند پس میشه نیم، میشه الفای بر چند الفای بر 2 ضرب در کوساین الفای بر 2 به این شکل بیان میشه. و حتی اگر رابطه به این شکل باشه که ما بیایم بنویسیم فرض کنیم داشته باشیم ساین 6 الفا مثل این میشه به 2 ساین. گفتیم دو چند از جنس یک چند، حالی که 6 باشه نصف از این در نظر میگیریم که چند باشه 3 الفا ضرب در کوساین 3 الفا. به این ترتیب دیگر روابطی هم که ما نوشته کردیم یعنی برای کوساین، برای تانجان و برای کوتانجان هم همین روابط وجود داره. خب مثالی داریم در ارتباط به موضوعی که خوندیم. مثال به این شکل ما داده شده که افاده 2 ساین 15 درجه 2 ساین 15 درجه. خب کوساین 15 درجه شما ساده سازید. وقتی ما میگه 2 ساین 15 ضرب کوساین 15 میایم روابطی که ما خوندیم نگاه میکنیم که همه سوال ما ارتباط به کدام فرمول میگیره. اگر ما بیایم 15 به عنوان الفا فرض کنیم پس 2 ساین الفا ضرب در کوساین الفا
میشه ساین دو الفا. پس این ارتباط میگیره به فرمول ساین دو الفا. خب در نتیجه میشه ساین خوده باشه، دو هم خود ضربه، به عوض الفا 15 میگذاریم، یعنی 15 درجه. در نتیجه ساین، خب دو 15 تا میشه 30. حال ساین 30 درجه هم میشه 1 بر 2. پس ما میتونیم با استفاده از همین روابطه که خوندیم هر نوع سوالی که ارتباط به این مسائل بگیره سوالات را کار کنیم. خب بس بعدی ما نسبت های مثلثاتی دو الفا از جنس تانجانت الفاه. پس عنوان داریم نسبت های مثلثاتی دو الفا از جنس تانجانت الفا. خب پس ما وقتی که نسبت های مثلثاتی دو الفا از جنس تانجانت به این شکل میگیم که میان نسبت ها مثلثاتی دو چند زاویه از جنس تانجانت یک چند زاویه میایم دریافت میکنیم. پس روابطی که به اینجا مطرح میشه به این شکل که اگر ساین دو الفا داشته باشیم، ساین دو الفا از جنس تانجانت الفا میشه دو تانجانت الفا بر یک مثبت تانجانت مربع الفا، تانجانت مربع الفا به این شکل. و اگر ما بیاییم کوتانجانت در نظر بگیریم، کوتانجانت کوساین دو الفا، کوساین در نظر بگیریم، کوساین دو الفا میشه یک منفی تانجان مربع الفا بر یک مثبت تانجان مربع الفا، تانجان مربع الفا. و در نهایت برای کوتانجانت اگر ما برای تانجان بیاییم فرمول در نظر بگیریم، تانجانت دو الفا مثل این میشه به، خب تانجانت میشه نسبت ساین بر کوساین، که در اگر ما بیاین اینا تقسیم کنیم به این شکل رابطه اختصار میشه دو تانجانت الفا بر یک منفی تانجانت مربع الفا. پس روابطی که نسبت ها مثلثاتی دو چند یک زاویه از جنس تانجانت زاویه بیان میکنه دقیقاً به این شکل بیان میشه. خب بازم نظر بدم به موضوعی که ما در بحث قبلی گفتیم، این نسبت ها نسبت ها عمومیه، تنها به دو چند و یک چند استفاده نمیشه. یعنی اگر ما روابط به این شکل هم داشته باشیم، ساین الفا میتونیم از این رابطه استفاده کنیم، اما به شرط ازی که دو چند که بود یه قسمت میگفتیم نیمی در نظر میگیریم، حالا که یک چند پس میایم نیم از این که چی میشه به این شکل بیان میشه دو تانجانت الفای بر دو بر یک مثبت تانجانت مربع الفای بر دو. یعنی میتونیم به این شکل ما چکار کنیم روابط رو بیان کنیم، به این ترتیب برای کوساین دو الفا برای تانجانت دو الفا همین روابط استفاده میشه. خب مثال داریم، مثال در ارتباط به این موضوعاتی که خوندیم، مثال به این شکل با ما داده شده که هرگاه تانجانت x مساوی به 5 باشه شما ساین 2x به دست بیاریم. به ما گفته ساین تانجانت x مساوی به 5 باشه شما ساین 2x به دست بیاریم. خب اگر x به عنوان الفا فرض کنیم، پس در حقیقت ساین دو الفا از ما خواسته شده. پس ساین دو الفا نظر به همین رابطه که ما به اینجا داریم به این شکل میتونیم بنویسیم که ساین دو الفا مثل این میشه به دو تانجانت الفا بر یک مثبت تانجانت مربع الفا. پس ساین دو ایکس به این شکل میشه، ساین دو ایکس مثل این میشه به دو تانجانت ایکس بر یک مثبت تانجان مربع x. بیاییم قیمت که ما داده شده، تانجانت x ما قیمت داده 5، پس بیاییم 5 قیمت بگذاریم به شکل دو ضرب در تانجانت x هسته 5، می نویسیم 5 بر یک مثبت تانجان مربع x، پس میشه 5 مربع. حال مثل این میشه به دو ضرب 5 میشه به 10. 5 ضرب 5 یعنی 5 به توان 2، 5 ضرب 5 میشه 25. 25 که با 1 جمع کنیم میشه 26.
پس میشه 10/26. اگر اختصار کنیم میشه 5 دو تا به 10 تا. خب 1 دو به 2 3 دو تا می 6 تا که در حقیقت میشه 5 بر چند؟ 5 بر 13. پس میگیم که ساین 2x مساوی میشه به 5 بر 13. به این شکل ما میتونیم قیمتی که از ما خواسته شده دریافت کنیم. خب دومین مثالی که در ارتباط با این موضوع داریم، این مثال ما چند جز داره، به این شکل ما داده شده که افاده‌های زیر را ساده سازید. افاده‌های زیر را ساده سازید. اولین بحث اینه که یا اولین شماره مثال دوم 2 تانژانت 15 درجه بر 1 مثبت تانژانت تانژان مربع 15 درجه. وقتی میگه شما این نسبت را ساده بسازیم، 15 به عنوان یا فرض کنیم این باشه الفا، پس 2 تانژانت الفا بر 1 مثبت تانژان مربع الفا میشه ساین 2 الفا. پس نظر به ساین 2 الفا میایم رابطه خوب می نویسیم، میشه ساین 2 الفا. پس در حقیقت به شکل میشه ساین خودی باشه، 2 هم خود ضربه، ولی الفا داریم 15 درجه، می نویسیم 15، میشه ساین 2 ضرب 15 میشه 30 درجه. و ساین 30 درجه رو اگه ما بیاییم بررسی کنیم، ساین 30 درجه مثل این میشه به 1/2. پس اولین جزء سوال ما به این شکل کار میشه. دومین جزء سوال به این شکل ما داده شده که خب دومین جزء سوال 2 تانژانت 20 درجه بر 1 منفی تانژان مربع 20 درجه. شما قیمت از این هم شما چکار کنیم به دست بیاره. حال نظر به روابطی که ما به اینجا نوشته کردیم به این شکل میگیم تانژانت 2 الفا مساوی میشه به 2 تانژانت الفا بر 1 منفی تانژان مربع الفا. اگر 20 درجه به عنوان الفا فرض کنیم، پس این رابطه تانژانت 2 الفا میشه. پس میتونیم به این شکل بنویسیم که تانژانت 2 الفا. حال الفا 20ه، پس می نویسیم تانژانت 2 ضرب در 20 درجه که در حقیقت به این شکل ساده میشه تانژانت 2 20 میشه به 40 درجه. خب تانژانت 40 درجه هم به شکل که نیازه، پس ما بیاییم امارت می نویسیم یا بیاریم از جدول که ما خوندیم، از جدول قیمت تانژانت 40 درجه دریافت کنیم که چند میشه. خب و سومین جزء همین سوال به این شکل با ما داده شده که 1 منفی تانژان مربع 10 درجه، 1 منفی تانژان مربع 10 درجه بر 1 مثبت تانژان مربع 10 درجه. خب سوال گفته شما ایدم ساده بسازیم. پس حال میایم با توجه به روابطی که خوندیم، اگر ما 10 درجه به عنوان الفا فرض کنیم، این به عنوان الفا فرض کنیم، 1 منفی تانژان مربع الفا بر 1 مثبت تانژان مربع الفا میشه کوساین 2 الفا. پس کوساین 2 الفا همین شکلی که ما خوندیم همین شکل داره. پس میگیم مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به کوساین 2 الفا. میگم کوساین 2 الفا. حال به این شکل می نویسیم کوساین 2 ضرب در الفا داریم 10 درجه، پس می نویسیم 10. و کوساین 2 ضرب 10 میشه 20. پس میگیم که 1 منفی تانژان مربع 10 درجه بر 1 مثبت تانژان مربع 10 درجه مساوی میشه با کوساین 20 درجه. و بحث بعدی ما ارتباط میگیره به نسبت‌های مثلثاتی x یعنی یک زاویه از جنس دوچنده، کوساین دوچند هم زاویه. اگر ما زاویه x فرض کنیم میشه کوساین 2x.
پس رابطه به این شکل یا عنوان به این شکل اومده که نسبت‌های مثلثاتی یک زاویه از جنس کوساین دوچند آن زاویه. اگر ما زاویه x فرض کنیم از جنس کوساین 2x، کوساین 2x به این شکل ما میتونیم بیان کنیم. خب روابطی که بس اینجا ما داریم نسبتا مثلثات یک زاویه از جنس کوساین دوچند آن زاویه ما میایم دریافت میکنیم. پس به این شکل فرمول ها بیان میشه. اولین رابطه اگه ما بیایم بنویسیم میگیم که ساین مربع x مساوی میشه به یک منفی کوساین 2x بر 2. اگر بیایم از هر دو طرف جذر بگیریم، از هر دو طرف چی بگیریم؟ جذر بگیریم، توان به درجه جذر خط میخوره. پس در حقیقت میشه ساین x مساوی میشه به مثبت منفی جذره، یعنی خود رابطه رو می نویسیم داخل جذر، یک منفی کوساین 2x بر 2. پس یک رابطه که ما با دست آوردیم این به این شکل. خب دومین بس یا دومین رابطه که در همین تحتمی عنوان داریم به این شکل که کوساین مربع x مساوی میشه به یک مثبت کوساین 2x بر 2. این رابطه بالا اگر بیم از دو طرف جذر بگیریم به شکل بیان میکنیم فرمول کوساین x مساوی میشه به مثبت منفی جذر یک مثبت کوساین 2x بر 2. پس یک رابطه دیگه که ما دست آوردیم دقیقا این دومین رابطه به این شکله. و سومین رابطه که در ارتباط به همین عنوان داریم تانجانت مربع x مساوی میشه به یک منفی کوساین 2x بر یک مثبت کوساین 2x، یک مثبت کوساین 2x. خب اگر بیایم این رابطه رو هم ساده بسازیم یا از هر دو طرف بیایم جذر بگیریم پس میشه تانجانت x مساوی میشه به مثبت منفی جذر یک منفی کوساین 2x بر یک مثبت کوساین 2x، که در حقیقت این رابطه چیکار شد؟ سومین رابطه بود که ما بیامدیم تحت همین عنوان نسبت های مثلثاتی یک زاویه از جنس کوساین دوچند آن زاویه دریافت کردیم. خب و مثالی داریم در ارتباط به این موضوع. مثال به این شکل ما داده شده که هر وقت کوساین 2x مساوی به 1 بر 3 باشه، کوساین 2x مساوی به 1 بر 3 باشه، پس می نویسیم کوساین 2x مساوی به 1 بر 3. خب شما کوساین x دریافت کنیم، پس از ما گفته که شما چی به دست بیاریم؟ کوساین x دریافت کنیم. با توجه به روابطی که ما اینجا خوندیم کوساین x مساوی میشه به مثبت منفی جذر یک مثبت کوساین 2x بر 2، پس به همین رابطه با توجه به همین رابطه میایم قیمت به دست میاریم. پس به این شکل دریافت میشه که کوساین x مساوی میشه به مثبت منفی جذر یک مثبت کوساین 2x، یک مثبت کوساین 2x هم قیمت داریم چند؟ 1 بر 3. پس می نویسیم 1 بر 3 به این شکل باشه. خب بر 2. حال با توجه به قیمتی که بس اینجا داخل جذر داریم میایم داخل جذر ساده میسازیم. خب کوساین x مساوی میشه به مثبت منفی داخل جذر اگر ساده بسازیم 1 ضرب 3 به 3، 3 جمع 1 میشه 4، 4 بر 3
و مخرج هم است دو. شکل چیر بخو گرفته؟ شکل کسرال کسر بخو گرفته. خب یعنی اگر مخرج نداره، مخرج ازیر میتونیم یک در نظر بگیریم. حال اگر ما بیم این کسرال کسر ساده بسازیم، به این شکل ساده میشه که دور با دور میشه ضرب کنیم، نزدیک با نزدیک. چار ضرب یک میشه به چار و سه ضرب دو هم میشه به شیش میشه. و اگر ما بیم اختصار کنیم همین سوال را، در نتیجه کوساین x مساوی میشه به مثبت منفی، یعنی که اختصار کنیم به دو، دو دو به چار، سه دو هم میشه به شیش. پس در حقیقت چی به دست میایه؟ جذر دوی بر سه به دست میایه که ما میتونیم به این شکل روابط بیان کنیم. خلاصه موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار دادیم، ارتباط به نسبت‌های مثلثاتی دوچند زوایا از جنس خودش زوایا آمدیم بررسی کردیم، و همچنان نسبت‌های مثلثاتی زاویه از جنس تانجان و کوتانجانت هم و کوساین هم آمدیم بررسی کردیم. موفق و پیروز باشید.